پهلوی تو دهن انگلستان و آمریکا و شرکاش زدن و مصدق رو گرفتن دومش رو پرتش کردن بیرون. متها برعکس به ما میگن این ایران ستیزا، چون شاه این توانایی رو و این قدرت رو داره طبق همون قانون اساسی که امروز خیلی ها میخوان زندش کنن مشروط شیا، که نخست وزیر رو عزل کنه. یک پرانتز باز کنم، دیروز امیر کویت یا سلطان کویت یا به نوعی پادشاه کویت اومد و پارلمان کویت رو منحل کرد، نخست وزیر هم عزل کرد، پارلمان رو هم منحل کرد. و دلیلش چی بود؟ ویدیوش احتمالاً دیدید توی فضای مجازی. میگه من به عنوان مسئول کشور کویت اجازه نخواهم داد به نام دموکراسی به منافع ملی کشور من آسیب بزنید. طبق فرمایش ایران ستیزان 57 که میگن شاه بر علیه مصدق کودتا کرد، الان باید بیاید بگید امیر کویت یا سلطان کویت یا هر چیزی که اسمش هست بر علیه دولت و پارلمان کویت اعلام کودتا کرده. چرا ایشکی نمیاد این حرفو بزنه؟ هم نخست وزیر رو عزل کرد، هم پارلمان رو حذف کرد، منحل کرد. و خیلی اشارهش درست بود. این همین چیزیه که ما داریم مدت هاست در موردش صحبت میکنیم که چیزی به نام دموکراسی یعنی فاجعه. و این آقای سلطان یا امیر یا هر چیزی اسمش هست رسما اعلام کرد، گفت دلیل این که من اینو منحل میکنم و اونو عزل میکنم، میخواهند به وسیله دموکراسی منافع کشور من رو نابود کنند. میدونید که کویت گرونترین پول یا با ارزشترین پول دنیا رو داره کویت، و یک کشوریه که از نظر امنیت و آسایش همیشه میگن دیگه، یه جایی که میخوام بگن بهشته میگن اینجا کویته. ببینید اونجا چه خبره. به هر حال شخص پادشاه که حالا این آقای امیر کویت باشه هر کسی باشه، در جایگاه پادشاهه، به هر زمانی که صلاح ببینه به نام دموکراسی عرب و روش همسی کوره میخوان منافع کشورش رو بهش آسیب بزنن، منافع مردم رو آسیب بزنن، خیلی راحت منحل از بود برو دنبال کارت، کشور ما دقیقا یک همچین سیستمی باید داشته باشه، همون سیستم رضاشاهی. ایشون امروز این کار انجام داده، دیروز این کار انجام داده. شاهنشاه آریامهر 25 مرداد 32 این کار رو انجام داد. دومه یارو رو گرفت گفت سیک تیر بابا. پارلمان هم که خود یارو منحل کرده بود دیگه، خود مصدق منحل کرده. خیلی خوشم اومد از این حرکت امیر کویت، و چه به موقع و چه به جا، حداقل یک درسی میشه برای ما ایرانیان. اما هیچ کس، حتی آیت الله بی بی سی، صحبت از کودتا نکرد. همون عمل کرده بود که شاهنشاه آریامهر انجام داد دیگه. اما مال شاه ایران میشه کودتا، مال این یارو امیر کویت یا سلطان کویت یا هر چیزی هست میشه نجات منافع ملی کشورش. چقدر جالب این مقایسه. برحال برگردم سراغ بحث خودم. جمهوری اسلامی و مافیای اطرافش وقتی که بساط مشروطه به هم ریخت، اون به هم ریخت، این به هم ریخت، این اسپانیایی که اصلا نیامده به گارف و خیلی چیزهای دیگه، و الان داستان اصلاح طلبان داره مطرح میشه، و اولین و تنها کسی که در مورد این خطر از قبل هشدارش رو دادم، بارها و بارها برنامه در موردش گذاشتم و الان هم دیشب هم توضیح دادم، الان هم دارم بهتون میگم، یک، افشاگری های رستاخیز سیمرغ، دو، خطر ارتش سری برای این مافیا داره سنگین تموم میشه، داره گرون تموم میشه. بنابراین اتفاقهایی که اینجا داره میفته و به قول معروف تلاش هایی که میکنن برای ساکت کردن، حالا نمیدونیم حزب، ترس، هر چیزی که میخوان اسمشو بذارن بذارن، اما ما تا روزی که این صدا بیاد بیرون حرفمون رو میزنیم. به این معتقدین در زمان جنگ نه مماشات، نه مصلحت، نه دموکراسی.
من اگر مصلحت مثل این دلالای سیاسی بودم میگفتم خب مصلحت اینه که ما امروز این کار رو نکنیم، ما هم مثل همه وقتی اون گفتگوی دیروز لندن منتشر شد مثل همه بیایم بگیم با 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 کنیم، یا در مورد اتفاقهای دیگه کلاش و کلاشیون و فلان و اینها میتونستیم ما هم مثل اونها، مثل اونهایی که افتادن دنبال روی این جریان ها بیفتیم پشت سرشون بعبع کنیم دیگه. اما نه، ما یک چیز خیلی خیلی گرانبها داریم به نام کشور ایران که در حال نابودی است و یک الماسی داریم به نام پادشاه که این الماس از ما دزدیده شده. دوستان، پادشاه ایران از ملت ایران دزدیده شده. در اون مصاحبه با آی 24 فرانسه جناب مهربانی لایو گذاشت در موردش توضیح داد و ایشون در همین مصاحبه اخیرش هم اشاره کردن که من امیدوارم خودم و خانوادم روزی بتوانیم آزادانه زندگی کنیم. آزادانه زندگی کنیم یعنی چی؟ کسی که تو آمریکا زندگی میکنه میتونه اروپا بره این برابر. چرا میتونه؟ چرا میاد میگه امیدوارم یه روزی برسه من و خانواده هم بتونیم آزادانه زندگی کنیم؟ کی شما رو در حبس کرده؟ این مردمی که باید بپرسن دیگه. طرح هنری پرشت که در موردش بارها بارها توضیح دادیم. به هر حال اگر به هر دلیلی دوستان، به هر دلیلی اتفاقی افتاد، بچه های ارتش سری مخصوصا، اولا به هیچ عنوان خودسرانه کاری رو انجام نمیدید. به هیچ عنوان قدرت خودتون رو و مأموریت خودتون رو بشناسید و بدونید شما باید چیکار کنید. به هیچ عنوان خودسرانه کاری رو انجام نمیدید. فردا صبح مردم اومدن توی خیابون، همه شهرها هم شلوغ شد، شما میری توی خیابون، حرکت هم میکنی، شعار هم میکنی، اینو با خودت نمیبری تا زمانش. تا زمانش یادتون باشه جمهوری اسلامی نیاز داره همیشه بازی ها رو ببره، ما مردم نیاز داریم یک بار بازی رو ببریم و اون یک بار رو شما باید کاری بکنید که بازی رو ببرید. بچه های ارتش سری، بنابراین خودسرانه کاری رو انجام نمیدید. یه پستی رو من چند روز پیش گذاشتم، یه استوری، گفتم دوستان اگر کسی اومد توی دایرکتتون، درود بر شما، خسته شدیم، ما میخوایم ایران زودتر آزاد بشه، داریم مبارزه میکنیم، ال میکنیم، بل میکنیم، شما کجا هستید؟ به هیچ امید. ترفند جدید جمهوری اسلامی دارم بهتون میگم، صفحه فیک درست میکنن، عکس پادشاه، عکس رضا شاه، حتی پرچم شیر خورشید تاجدار رو پروفایلش میذاره طرف، دو تا هم از ویدیوهای رستاخیز رو روی برگشت آپلود میکنه. دقت کنید چی دارم بهتون میگم، دو تا از ویدیوهای ارتش سری رو آپلود میکنه روی صفحش، بعد میاد به شماهایی که حالا لایک زدید، استوری کردید یا هر کاری کردید، میاد توی دایرکتتون، آره درود بر شما، من عضو ارتش سری هم، دارید علم میکنم. به هیچ عنوان وارد گفتگو و چت با هیچ بنی بشری نشوید. ارتش سری، هیچ کدوم از بچه های ارتش سری با کسی دیگه وارد چت و گفتگو نمیشن. این جزء دیسیپلین ارتش سریه. اگر دیدید یه صفحه‌ای اومد بهتون تو دایرکت پیام داد من عضو ارتش سری ام، شما کدوم شهری، شما کجایید، مأمور امنیتی که اون پشت نشسته واش میخواد شما رو تخلیه اطلاعاتی کنه. این چیزی که دارم بهتون میگم، 5 تا از بچهای خارج از کشور چتاشون رو برای من فرستادن، 5 تا از بچهای خارج از کشور که این اون گوسالا فکر کردن اینا داخل ایران هم. با هماهنگی خود من وارد گفتگو، وارد چت شدن با این جانوران، متوجه شدیم داستانشون چیه. بنابراین این پرانتز رو یادتون باشه. بچهای ارتش دیگران رو کاری ندارم، اگه عشقت میکشه برو چت کن، عشقم نمیشه نکن. برای امنیت خودتون با هیچ بنی بشری در دایرکت وارد چت نمیشید، چون میدونن چجوری از نظر روانشناسی رو ذهن اون طرف کار کنن که اون طرف کل بیوگرافیشو بهش بده. این مطلب رو یادتون باشه. حالا به هر دلیلی اتفاقی افتاد، سعید قاسمی نبود، هر چیزی، ارتش سری کار خودش رو میکنه. شخص جناب مهربانی، من باش صحبت کردم، باز هم باش صحبت میکنم، اگر 1% اتفاقی افتاد، ایشون مسئول
هماهنگی و کارهای مسئولیتش رو به عهده میگیره، شخص جناب رضا مهربان. چون دارن تلاش میکنن سر ارتش سری رو، چون خودشو که نتونستن جمع کنن، دارن یه تلاش هایی رو میکنن سر ارتش سری رو بزنن، اما ما این اجازه رو بهشون نخواهیم داد. راهکارهای زیادی داریم، حالا که هستیم داریم حرف میزنیم، این برای یه روز مبادا به قول من. ولی بچه های ارتش سری این به صورت کلی، شما در داخل ایران زمانی میتونی آتش به اختیار عمل کنید که خیابون ها در کنترل مردم باشه. دقت کنید، خیابون ها در ما قرار نیست انقلاب کنیم. ما بچه های ارتش سری یک مسئولیت فرا انقلاب داریم. بچه های ارتش سری مسئولیتتون فرای انقلابه، شما مسئولیتتون پاسبانی از انقلاب ملت ایرانه، شما مسئولیتتون حفظ و نگهداری انقلاب مردم ایرانه. این با انقلاب کردن فرق میکنه ها. انقلاب کردن بهانه رو خود جمهوری اسلامی درست میکنه، سیستم امنیتی جرقه رو میزنه، مردم میان بیرون، رسانه ها شروع میکنن به کنترل کردن افکار عمومی، اما بازی از دست جمهوری اسلامی در میاد، مردم میریزن بیرون و جمهوری اسلامی تلاش میکنه که این انقلاب رو یا مردم رو مدیریت کنه برای اون چیزی که خودش میخواد، مثل 1401، مثل 1401. یعنی بازیه. شما زمانی وارد خیابون ها میشید با پرچماتون که خیابون در کنترل ملت ایرانه و از نگاه خودتون به این درجه رسیده این خروش مردم ایران که عملا کار جمهوری اسلامی تمامه، اونجا باید وارد صحنه بشید. یک بار دیگه میگم، شما وظیفتون فرای انقلابه. وحشت مافیای جهانی و جمهوری اسلامی و این کتول متول های کمپوزیسیون برای همینه که اون روزی که مردم توی خیابون ها بیان، هر کسی از هر طریقی رسید صاحب این مردم بشه، صاحب این مردم بشه، یعنی صاحب انقلاب بشه. اما زمانی که شما وارد صحنه میشید با این پرچم ها و اون بنر ها و اون فرتور ها، انقلاب یک صاحب بیشتر نداره، اون صاحبش ملت ایران و شخص پادشاه. مسئولیت بچه های ارتش سری اینجاست، اینجا مسئولیت شماست. زمانی که بخواید آتش به اختیار عمل کنید. اما اگر اتفاقی افتاد و سعید قاسمی نبود، سرما خورده بود، نمیدونم هر چیزی، جناب مهربانی هست و ایشون اون کارهای هماهنگی ارتش سری رو انجام میده. ما دستور نمیدیم، فرمانده هم نیستیم، یک مرکز هماهنگی هستیم. ارتش سری باید زمانی که وارد خیابون ها میشه تو شهرهای مختلف وارد خیابون ها بشه. اینجوری نیست که امروز توی تهران 50 تا بیاد بیرون، 100 تا بیاد، هفته دیگه توی مشهد 12 تا بیاد، 4 روز دیگه توی راستی گفتم مشهد، بچهای مشهد ارتش سری حتما حتما با من تماس بگیرید، بچهای مشهد ارتش سری حتما به من پیام بدید. پس یک هماهنگی بین بچهای ارتش سری شکل میگیره که در روز مشخص در سراسر ایران این پرچم ها و اون بنر ها میاد توی جمعیت های مختلف. کار ارتش سری اینه و این هماهنگی رو من سعید قاسمی در رستاخیز سیمرغ انجام میدم. اگر احیانا حالا اتفاقی افتاد و ما نبودیم، شخص جناب مهربانی این کار رو انجام میده و احتمالا هم در همین برگه رستاخیز سیمرغ. به هر حال این مطالبی بود که گفتم با یه بار دو سه بار در موردش صحبت کردم، ولی یه بار دیگه گفتم در موردش توضیح بدم، به مافیای جهانی و اراذل اوباش سیستم های امنیتی هم بگم. فکر نکنید ارتش سری مثل نیروهای نیابتی تروریست خودتونه، نه، که یه سر داشته باشه سرشو که بزنی همه بیا گاه برن، نه اینجوری نیست. ارتش سری از یک شبکه فوق پیشرفته‌ای و فوق پیچیده‌ای برخورداره که هر شخصش خودش یک سره در ارتش سری. بنابراین اگر بخواید بزنید باید 5000 سر رو حداقل بزنید، میتونید برید بزنید. و اینم بهتون بگم
اون چیزی رو که ما داخل ایران حد حدود یک سال زیر خاک کردیم، یعنی تخمی رو که در داخل ایران در سراسر ایران کاشتیم، شما نمیتونید اینا رو در بیارید و قابل کنترل برای شما ها نخواهد بود. نه شما گنده تر از شما موساد و پوساد و سیستم امنیتی سوئیس و هر بی پدر مادری که با شما کمک میکنه که کردن. بنابراین این داستان ورود اصلاح‌طلبان رو که حالا سعید شیطان هم وارد جریان شده و گفتمانی که داره انجام میده، همون گفتمانی که سعید قاسمی نژاد انجام داده بود، اینا رو جدی بگیرید. این خودش یک زمینه سازی ذهن جامعه است برای اینکه اگر اتفاقی در داخل ایران افتاد، اینها بتونن مردم رو کنترل کنن و این لاشخورهای اصلاح طلبی همچنان جمهوری اهریمنی اسلامی ساختارش رو حفظ کنن، سرش رو بردارن و حالا یه فکرهای دیگه برای سرش انجام بدن. اینا رو گفتم در موردش توضیحاتی رو بدم. ای بابا ای بابا سرما خوردیم دوباره. بله بچه های نور شاهی، تا فرصت داریم، تا زمان باقی است، تا هنوز این ساختار سر جاشه، تا میتونیم، تا نفسی هست، بیاید اگر عشقتون میکشه برای کشورتون. دارید میبینید دیگه چجوری جریان دارید. دیروز موقعیت پادشاه رو نگاه کنید توی اون جلسه، این ولی یه مأمور امنیتی، این ولی یه مأمور امنیتی، روبروش هم هر که نشسته بود هم همه نمایندگان مافیای داخلی و خارجی بودن. این موقعیت پادشاهه و گفته های پادشاه. کاری که باید انجام بشه به نام اپوزیسیون هم که دارید میبینید دیگه جریان رو. بنابراین بذارید اینا دلالی ها و کاسبی های خودشون رو بکنن. بچه های نور شاهی، بیایید تا زمان هست بتونیم این تعداد 4800 پرچم داخل ایران رو بیشترش کنیم، بیایید تعداد بنرهای داخل ایران رو بیشتر کنیم. ما میدان رو باید محکم نگه داریم، خیابون ها رو باید نگه داریم. هر یه دونه از این پرچم ها در داخل ایران خیلی قدرت داره، خیلی قدرت، یعنی انقدر قدرت داره که چند تا سیستم امنیتی افتاده بودن و هنوز هم هستن دنبال این که این بساط رو ما یه جوری جمعش کنیم، اما نمیتونن. و کار خوبی انجام شده، سرمایه گذاری خوبی انجام شده، ولی حیف کمه. البته کمیش در 45 سال اپوزیسیون یک شاهکار بوده، همیشه گفتم، ولی میشد این 4800 تا که 5000 تا بود، میشد 15000 تا بشه، میشد 20000 تا بشه، میشد 30000 تا بشه، میشد 50000 تا پرچم بشه. چقدر قشنگ میشد. مردم توی خیابون ها سراسر ایران پرچم های شیر خورشید تاجدار. این پرچم نه با اصلاح طلب شوخی میکنه، نه با مشروطه‌چی شوخی داره، نه با جمهوری خواه شوخی داره، نه با تجزیه طلب شوخی داره، با هیچ شوخی نداره. این همون پرچمی که در دادگاه مصدق گور به گور شده زیر عکس پادشاه بالای سر اون قاضی این پرچم بود. یادتون عکسش نشونتون دادم دیگه. پس ببینید چه سلاحی دستتونه بچه های ارتش سری. این خیلی بیشتر از جونتون باید از این پرچم محافظت کنید. حتی اگر آوردیدش در اون روزها توی خیابون، این پرچم برای نصب کنار خیابون و رفتن نیست. این پرچم رو با خودتون میبرید فردا شب هر موقع اومدید دوباره میارید. از این پرچمی که دستتونه جدا نشید، یعنی اینو به هیچ عنوان از خودتون داخل ایران جدا نکنید، چون نداریم که بخوایم تولید کنیم دوباره بهتون بدیم. شاید توی اون روزگارهای شلوغ بلوغ و هر اتفاقی داره میفته دیگه، نه دیگه چاپخونه ای باشه، نه پارچه فروشی باشه، هیچکی نیست، کسی دیگه فکرش دنبال این مسائل نیست که حالا بریم پرچم چاپ کنیم همسالا. پس اینا رو قدرشون رو بدونید، نگرشون دارید برای روز پیروزی که پیروز شدیم. تازه دعوای اصلی ما
با ایران ستیزان مرحله دومش از اون روز آغاز میشه، اون روزی که میخوان مجلس مؤسسان راه بندازن، آزادی احزاب، اره و اوره و شمسی کوره با پول آدم بخرن، با تبلیغات اینا رو بکنن تو مجلس مؤسسان و پارلمان یا هر چیز دیگه. این پرچم ها تو خیابان ها دست شما تکلیف رو روشن میکنه، اون روز هم این پرچم تکلیف رو روشن میکنه. بچه های ارتش سری تو شهرهای مختلف، قبلا در مورد تشکیل هسته های مختلف با هم صحبت کردیم، هم پابلیک هم عمومی خصوصی، یک بار دیگه میگم سعی کنید تیم های خودتون رو آماده کنید. یعنی اگر کسی در هر شهری یه دونه پرچم داره یا دو تا پرچم داره یا سه تا پرچم داره، به ازای هر پرچم باید سه نفر آدم داشته باشید. به ازای هر پرچم سه نفر آدم، یکی پرچم رو میگیره دستش توی خیابون، یکی از فاصله یکم کناریش ویدیو میگیره از این پرچم، یکی عقبتر هر دوی این آدمها رو تحت نظر داره که به این بچه ها آسیبی نرسه. یعنی هر پرچم سه تا آدم میخواد. تیمایی که میخواید تشکیل بدید برای هر پرچم سه تا آدم باید در نظر بگیرید و مسئولیتشون رو هم براشون تعریف کنید که چی کار باید بکنید. اونی که پرچم رو میگیره دستش توی جمعیت چه وظیفه دیگه داره؟ دادن شعارهای ایرانگرایانه، دادن شعارهایی که نشون بده این مردم امروز پادشاه زندهشون رو دارن صدا میکنن، که آنهای شعارها هم میاد. اونی که داره فیلم برداری میکنه سریع فیلم برداری کنه و این فیلم ها مخابره بشه، جوری فیلم برداری کنید که شناسایی نشید. دقت کنید، جوری فیلم برداری باید بشه که شناسایی نشه کسی. برای همین دارم میگم از امروز تمرین کنید کاراتون رو که ما چجوری فیلم برداری کنیم، من چجوری پرچم رو بگیرم که صورتم نیفته توی ویدیو اما پرچم بیفته، جمعیتم بیفته و این ویدیو سریع توی فضای مجازی پخش بشه. اینا کارهایی که باید انجام بدید. اون نفر سوم از چه زاویه‌ای حواسش باشه به این دو نفر که کسی به اینها آسیب نرسونه، لباس شخصی کسی وارد صحنه نشه، اینها رو از پشت بگیره. دقت کنید این چیزا رو. و بعد در کنار این هسته سه نفره دوستان، فامیل، آشنایان رو جمع کنید. شما بچهای ارتش سری یه چیزی دیگه بهتون میگم، در کنار ارتش که باید کنترل ایران رو به دست بگیره، در کنار ارتش به جز سرش سپاهی آشغالاش بدنه که کنترل کشور رو به دست میگیره، شما بچهای ارتش سری باید کنترل شهرهاتون رو به دست بگیرید. خیلی ماموریتتون سنگینه بچهای ارتش سری. فکر نکنید وارد یک بازی همینجوری شدید، نه، وارد یک کاری شدید که مسئولیت تاریخی به عهدتون گذاشته شده بدون اینکه خبر داشته باشید. شماها باید انقدر تو شهرتون، تو محلتون نفوذ داشته باشید که بلافاصله بتونید کنترل شهرتون رو به دست بگیرید، شما و تیمتون تو سراسر ایران. خوشبختانه همه جا هستید، حتی تو روستاها هم هستید. روی اینها فکر کنید، محله ها رو شناسایی کنید، جاهایی که جمهوری اهریمنی اسلامی نیروهای سرکوبش فکر میکنید تو اون روزگار ممکنه مردم رو بگیرن ببرن توی اون سوراخ ها و اونجا شکنجه بدن یا نگه دارن، اون جاها رو از الان شناسایی کنید، راه فرار رو شناسایی کنید، راه ورود نیروهای سرکوبگر به اون خیابون یا به اون محل رو شناسایی کنید. چجوری میتونید مانع ایجاد کنید توی این خیابون اگر از این خیابون بیاد؟ راجع به اینها بررسی کنید، فکر کنید که هر اتفاقی افتاد بدونیم نقشه راه چیه، از قبل تمرینش کردیم، از قبل بررسیش کردیم، نقاط ضعف و قوت جریان رو درآوردیم و دانسته وارد این حرکت میشیم. این اون چیزیه که ارتش سری، حالا بچهای زیادی تو شهرهای مختلف انجام دادم، امیدوارم دوستان دیگه هم این صحبت رو بشنون و انجام بدن. این کاریه که ما باید انجام بدیم. و یک برد دیگه ارتش سری، خیلی آدم ها هستن الان در فضای مجازی دیدید میبینید طرف تو کردستان یا هر کجای ایران داره پرچم شیر خورشید تاجدار تولید میکنه، داره بنر پادشاه تولید میکنه، داره فرتورهای پادشاه تولید میکنه. این هم یکی از اون کارهایی بود که ارتش سری، اصلا با ما هم ارتباط ندارن ها،
اما چون متوجه شاه کلید آزادی ایران شدن و میهن پرست هستن، حالا اون ارتش سری نیست مهم نیست، میهن پرست هستن، خودشون دارن پرچم تولید میکنن. جمهوری اسلامی، سیستم امنیتی، موساد، سر از ارتش سری رو بخوای بزنی با اونا چیکار میکنی؟ اونا که امروز همه جا هستن. شما امروز داخل ایران خیلی به ندرت میبینی ویدیویی بیاد بیرون پرچمی دست کسی باشه که تاج نداشته باشه، خیلی به ندرت میبینی. قبلا حالا بود تک و توکی، ولی امروز هر کسی پرچم دستشه، حتی کاغذ آچار، این تاج بالاشه. این و این نمیشد مگر با تلاش بچه های ارتش سری، مگر با حمایت بچه های نور شاهی و با خون دل خوردن آدم هایی مثل سید قاسمی و دوستان. خوشبختانه موفق شد، موفق شدیم سنگرها رو فتح کنیم و آماده میمونیم برای روز عملیات. این خیلی مهمه. برون سپاس از همه دوستان، خواستم این مطالب رو بهش اشاره کنم. مواظب خودتون باشید، اتفاقهای عجیب غریبی میفته، به زودی یک گروه نوظهوری وارد صحنه میشه، آدمهای جدیدی به نام اپوزیسیون و پرچماشون هم شیر خورشید. بهتون بگم حالا بعضی هاشون هم شیر خورشید تاجدار، الان دارن رنگ عوض میکنن دیگه، دیدید دیگه. ولی فریب این بازی ها رو نخورید و تنها برگی که دست ملت ایران همه این بازی ها رو به هم میزنه و هست، این پرچم شیر خورشید تاجدار. مواظب باشید ازتون نگیرنش، این خیلی مهمه. پاینده ایران، جاوید شاه، تا بعد.